السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعلي عز وجل حمى المرء يهون بشر القلب والمرء دعواه من الصراط المستقيم إلى أبي فرمان. بسوريا سؤال متى بعضنا عزيز كي حجامات شي فويدة دارا حجامات ضروري شي أس در عصر حاضر بسيار مصد بر ضروري چيزا ميكنا و بسوريا از این چيز آگاه هستن، فقط آگاه هستن خلاص، ولیکن نمیدونم که حجامه برای چی است. اولش حجامه خودش سنت است، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است که انسان زندهش میکنه، انشاءالله در این اجر میکنه. دیمش حجامه برای عصب، برای خون تنک کردن و برای استرخاندروز، یعنی که میون، برای پودر بروندرد و برای عصب، از همه مهم برای عصب. از نظر اسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید زیاده از 40 تا حدیث آمدگی است، 40 تا حدیث صحیح در باب حجامه آمدگی است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که بهترین چیزی که شما میتونید شفا بیاید این حجامه است. یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که در 3 چیز حجامه است، یکی در عسل، استعمال عسل، یکی در حجامه سوزانیدن. اول وقتی که مدیسینا نبود میسوزانیدن، ولیکن حوزه مدیسینا الحمدلله است. پیغمبر اخوان میگه که دو چیزا میخوام در اوماتون ببینیم، حجامه قطعی اثر سوزوندن نه، چون که در میواد. خلاصه در این باب چند حدیث را آورده میشه، ولیکن حجامه چیکار که گفتیم اولینش سنت است و پیغمبر صلی الله علیه و سلم این را میکرد در حیاتش، اصحابی او میکردن، تابعین میکردن، تبع تابعین میکردن. برای همین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بگردونید. خداوند عز و جل شما را شفای کامل عاجل میتید ان شاء الله، و عصب شما آرام میشود، خون شما تنک میشود، کار کردن قلب شما خوب میشود، از همه طرف شفا بخش است. شاد و پرست پیرو سلام میشه الله میهمان تو باشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیاری برادره میان که میزننشون در دیگر جا برادره حجامه شما کم تر اهمیت بتیدن، میزننشون بوار کنه های گوته خون زیاد ورایا، میزننشون شراموشو چند ماهیشی چی نیستن نمیروان.